وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مرا چی شده که ذاتی را نپرستم که مرا آفریده است و به سوی او و تنها به سوی او بازگردانیده میشم؟ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا جز او معبودانی دیگری را به خدایی بگیرم؟ موجوداتی را که اگر خدای رحمان به من اراده زیانی را بکند شفاعت ایشان از من چیزی را دفع نمی کند و مرا نجات نمی دهند، یعنی دادن نمی توانند؟ اینی اذن لفی ضلال مبین و در آن صورت واقعا در گمراهی آشکاری می باشم. إني آمنت بربكم فاسمعون بيغمان من با پروردگار شما ایمان آوردم لذا از من بشنوید. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بعد از شهادتش با او گفته شد به بهشت درآی. گفت ای کاش قوم من آگاه می شدند به آمرزشی که پروردگارم به من ارزانی کرده و مرا از جمله گرامی شدگان قرار داده است. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء بعد از وی بر قومش هیچ لشکری را از آسمان فرود نفرستادیم و نه هم ما فرود آرنده چنین لشکری می باشیم. این کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون این جزا دادنشان جز یک آواز شدید نبود و ناگهان شعله زندگیشان خاموش شد. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ای وای بر این بندگان که هیچ پیامبری به ایشان نیامد مگر این که او را استهزا می کردند. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون ان آیا ندیدند که پیش از ایشان نسلهای بسیاری را هلاک ساختیم که آنها به سوی ایشان باز نمی گردند؟ و این کل لما جمیع لدینا محضرون هرچند همه ایشان در مجموع به نزد ما حاضر شدنی می باشند. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و برایشان زمین مرده یعنی خشک نشانه است، آن را زنده گردانیدیم و از آن غلا بیرون آوردیم که از آن می خورند. و جعلنا فیها جنات فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون و در آن باغهای را از درختان خرما و انگور آفریدیم و در آن از چشمه ها جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند. این میوه و غله را دستشان نساخته است، پس آیا شکر نمی کنند؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما
انفسهم ومما لا يعلمون. پاک است آن که همه چیزهای را که زمین می رویاند و از خود ایشان بنی نوع انسان را و از چیزهایی که نمی دانند همه را جفت آفرید. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. و شب بر ایشان نشانه است، از آن روز را می کشید پس ناگهان اینان در تاریکی فرو می روند. و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و خورشید بر قرارگاه خود می رود، یعنی مدار خود را طی می کند. این از تقدیر خداوند صاحب قدرت منی و دانا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. و برای ما منزلهای را مقرر کردیم تا به حالت چوب خشک شده خوشه خرما بازگردد، یعنی دوباره به شکل ماه نو درآید. للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نه آفتاب را شایسته است که به ماه برسد و نه شب به روز سبقت جوینده است، هر یک در مدار خود شنا می ورزد. و آیت لهم ان في الفلك المشحون. و برای ایشان این نشانه است که ما ذریه یعنی نسل ایشان را در کشتی های انباشته شده برداشتیم. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون. و برایشان همانند آن کشتی انباشته شده چیزی را که بر آن سوار می شوند آفریدیم. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اگر بخواهیم ایشان را غرق می کنیم پس در این حال نه برایشان فریاد رسی است که صدایشان را بشنود و نه هم ایشان نجات داده می شود. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى مگر آن که بر رحمت خیش ایشان را نجات دهیم و برای این که تا دوره محدود بهرمندی حاصل کنند. و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. و چون به ایشان گفته شود و آنچه پیش روی شما گذشته است و آنچه پشت سر شما می گذرد بیندیشید، یعنی اعمال خود و مجازات آن را مورد مطالعه قرار دهید تا مگر از اعمال زشت خودداری کنید و به شما مرحمت شود. به این سخن اعتنایی نمی کند. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو و هیچ آیه از آیات پروردگارشان به ایشان نمی آید مگر آن که از آن روگردانند. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو یشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين. و چون به ایشان گفته شود شما از آنچه خداوند برای شما داده است در راه خدا خرج کنید، کافران به مسلمانان میگویند آیا به کسی طعام بدهیم که اگر خداوند میخواست خود به او طعام میداد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکاری.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. کافران میگویند اگر شما راستگوی هستید عملی شدن این وعده کی خواهد بود؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. انتظار نمی کشند مگر یک آواز مهیبی را که ایشان را در حالی بگیرد که با هم به خصومت مشغولند. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. و در این حال نه معاونت کرده می توانند و نه هم به خانواده خود برگشته می توانند. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. در سور دمیده می شود و ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگار خویش می شتابند. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میگویند ای وای بر ما، چی کسی ما را از خواب گاه ما برانگیخت؟ آره این است آنچه خدای رحمان وعده کرده بود و پیامبران راست گفته بودند. این کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم جمیع لدینا محضرون. این برپا شدن قیامت صرف به یک آواز هیبتناکی صورت می گیرد و در این هنگام همگان به سوی ما حاضر آورده می شود. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. امروز بر هیچ کسی ستمی نمی شود و به جز آنچه می کردید جزا داده نمی شود. این اليوم في شغل فاكهون. بگمان اهل بهشت امروز مشغول ناز و نعمتند. هم و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. ایشان و زنانشان در سایه ها بر تخت های تکیه زده اند. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. برای ایشان در آنجا میوه لذیذ و همه چیزهای خاطر خواه میسر است. سلام قولا من رب رحیم. به ایشان از طرف پروردگار مرحمتکار سلام گفته می شود. وامتاز اليوم ايها المجرمون. اي مجرمان شما امروز جدا شوید. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو. ای فرزندان آدم، آیا از شما عهد نگرفته بودم که شیطان را پرستش نکنید که او دشمن آشکارای شماست؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و مرا بپرستید که این است راه راست. و لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونو تعقلون. و بیگمان شیطان افراد بسیاری از شما را گمراه ساخت، آیا نمی دانستید؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون.
این است همان دوزخی که وعده داده می شدید. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. امروز در آن درایید به سبب آنکه کافر بودید. اليوم نختم على افواههم و تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. امروز بر دهنشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. اگر بخواهیم چشمان ایشان را محو می کنیم گیریم که برای پیمودن راه راست پیش دستی کردن، از کجا راه را میبینند؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضیا ولا يرجعون. و اگر بخواهیم ایشان را جا بجا مسخ میکنیم در آن صورت نه بر راه خود ادامه داده می توانند و نه هم بازگشته می توانند. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. و هر کی را عمر دراز می دهیم او را در خلقت او به ناتوانی اولیش باز می گردانیم، آیا نمی فهمند؟ و ما علمناه الشعر و ما ينبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. ما به او یعنی پیامبر شعر نیاموختیم و نه این کار شایسته اوست. این کتاب نیست مگر پندی و قرآنی روشن بیان تا کسی را که زنده است بترساند و بر کافران الزام آور شود. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا نمی بینند که ما برایشان از جمله چیزهایی که دستهای ما آن را ساخته از شارپایانی آفریدیم و باز ایشان مالک آنند؟ و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. این شارپایان را رامشان ساختیم که برخی از آنها وسیله سواریشان است و از برخی از آنها می خورند. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ودر آنها برایشان منفعتها و نوشیدنیهاییست، پس آیا شکر نمی کنن؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. و جز خدا معبودان دیگری گرفتند و این امید که یاری شود. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. واقعیت این است که اینها توان یاری دادنشان را ندارند و اینان یعنی این بت پرستان بر ایشان لشکری است برای افتادن به دوزخ آماده شده. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نسازد
بیگمان آنچه را ایشان پنهان می دارند و آنچه را آشکار می سازند می دانیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفت فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ با این هم او خصومت کننده آشکار است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. و برای ما مثلی زد و منشأ آفرینش خود را فراموش کرده گفت چی کسی میتواند استخوانها را در حالی که پوسیده است زنده سازد؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. بگو آنها را همان کسی زنده می سازد که در اول بار آنها را آفریده است و او به هر آفرینش داناست. ذاتی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما از آن آتش می افروزید. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. آیا آن که آسمان ها و زمین را آفرید قادر نیست که مثل آنها را بیافریند؟ آری او تواناست و اوست آفریننده دانا. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بیگمان فرمان وای این است که چون چیزی را اراده کند برایش میگوید شو و آن چیز فورا می شود. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس پاک است ذاتی که مالکیت و فرمان روایی همه چیزها به ید اوست و به سوی او بازگردانیده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا این الهکم لواحد. سوگند به آن فرشتگانی که به گونه منظم صف کشیده اند و باز سوگند به آنانی که به گونه نیرومند انسان را از اعمال ناشایسته باز می دارند و باز سوگند به آنانی که ذکر را تلاوت می کنند. بیگمان خدای شما یکتاست. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست و پروردگار مشرق ها. اینا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد. ما بیگمان نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بیاراستیم و نیز برای نگهداری از هر شیطانی سرکش. لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. از این رو نمی توانند به سخنان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو با تیرهای شهابی زده می شوند
تا رانده شوند و برایشان عذابی همیشگی است. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. جز آن که خبر ربودنی را برو باید و در دم تیر شهابی سوزان او را تعقیب کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. و از ایشان بپرس که آیا آفرینش اینها دشوارتر است یا چیزهای دیگری را که آفریده ایم؟ بیگمان ایشان را از گل چسبیده آفریده ایم. بل عجبت و یسخرون. بلکه تو در شگفتی و آنها تمسخر می ورزند. و اذا ذکروا لا یذکرون. و هنگامی که پند داده شوند پند نمی گیرند. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. و چون نشانه را ببینند تمسخر می کنند و می گویند این جز جادوی آشکاری نیست. آیا هنگامی که مردیم خاک شدیم و مشت استخوان گردیدیم آیا باز بر انگیخته می شویم؟ یا پدران نخستین ما بر انگیخته می شوند؟ قل نعم و انتم داخلون. بگو بله با خواری و زلت بر انگیخته می شوید. زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. این صرف صدای مهیبی است. ایشان ناگاه منظره قیامت را میبینند و میگویند وای بر ما، این است روز جزا. هذا يوم الفصل الذي كنتم بهی تکذبون. به ایشان گفته می شود این همان روز فیصله است، روزی که آن را تکذیب می کردید. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. ستمگاران، همسران، همکاران و همردیفان و معبودانشان را جمع کنید، چیزهایی را که جز خدا می پرستیدند، پس ایشان را به راه دوزخ سوق دهید و ایشان را نگه دارید. حقا که ایشان مسئولند و شما را چی شده که یک دیگر را کمک نمی کنید؟ بل هم اليوم مستسلمون و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بلکه ایشان در آن روز تسلیم شونده و به یک دیگر رو آوردند و از هم می پرسیدند. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. بعضشان به بعضی دیگر می گفتند شما بودید که ظاهراً با خیرخواهی پیش ما می آمدید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. گفتند بلکه شما خود مسلمان نبودید و ما با شما هیچ تسلطی نداشتیم، بلکه شما خود مردم سرکش بودید. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون. اکنون بر ما اجرای حکم پروردگار ما لازم شد و یقینا عذاب را چشیدنی هستیم. فاغویناکم انا کنا غاوین. شما را گمراه کردیم، حقا که ما گمراه بودیم. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ
في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين پس در این روز ایشان در عذاب شریکند بگمان ما با مجرمان به این گونه معامله میکنیم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون آره ایشان چنین بودن چون به آنها گفته می شد جز خدا معبودی نیست تکبر می ورزیدن و میگویند آیا خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ترک گوییم؟ بل جاء بالحق و صدق المرسلین این درست نیست بلکه او به حق آمده است و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است اینکم لذائق العذاب الالیم بگمان شما عذاب دردناکی را چشیدنی هستید وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَجُزْ در برابر اعمالی که مرتکب می شدید مجازات نمی شوید مگر بندگان مخلص خداوند از عذاب برکنارند أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ و هم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین این گروه برای ایشان روزی معلوم مقرر است انواع میوه ها و ایشان محترمند در بهشت های سرشار از نعمت بر تخت های روبروی یک دیگر قرار دارند يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين دمادم جامی از شراب صافی به ایشان پیش کرده می شود شراب سفید روشن لذت بخش برای نوشندگان لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه در آن سرگیرانی است و نه هم ایشان بی خود می شوند و عندهم قاصرات الطرف عین کأنهن بیض مکنون و از همسران پاک دامن برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگاه داشته و چشمان درشت و زیبا دارند در پاکیزگی و صفایی همچون تخمی اند که زیر سینه مرغ محفوظ مانده است فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ در این حال برخی رو به برخی دیگر آورده پرسش کنان به صحبت خود دوام می دهند قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون یکی از آنها می گوید من در دنیا هم نشینی داشتم که به من می گفت آیا تو از تصدیق کنندگان این سخن هستی که چون بیمیریم و خاک و مشت استخوان شویم جزا داده خواهیم شد قال هل انتم مطلعون پس میگوید آیا میخواهید به او سری بکشید فطلع فرآه فی سواء الجحیم پس به او سری میکشد او را در وسط دوزخ میبیند قالت الله ان کدت لتغبین میگوید سوگند به خدا که نزدیک بود مرا نیز به هلاکت بیندازی ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین اگر فضل پروردگار من نمی بود من نیز یقینا در میان احضار شدگان عذاب می بودم افما نحن بمیتین
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. آیا درست است که ما مردنی نیستیم جز مرگ اول ما؟ آری و ما مجازات هم نمیشیم. این هذا لهو الفوز العظیم. بگمان این همان پیروزی بزرگ است. لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای دستیابی به این چنین پیروزی باید تلاش کنندگان بکوشند. اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم. آیا این نعمت ها به حیث مهمانی بهتر است یا درخت زقوم؟ اینا جعلناها فتنه للظالمین. بیگمان این درخت زقوم را عقوبتی برای ستمگاران گردانیدیم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن درختي كدر قعر دوزخ مرويت. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شغوفهاي آن مانند كلاهاي شيطان هاست. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. براستی که ایشان از آن میخورند و با آن شکمهای خود را پر میکنند. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم. و در پی آن برای ایشان آمیختنی است از آب جوشان به حیث نوشیدنی. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بیگمان بازگشت ایشان به دوزخ است. اینهم الفوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون. یقینا ایشان پدران خیش را گمراه یافتند و اکنون ایشان بر نقش قدم آنها می شتابند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ويقينا پیش از ایشان نیز بس از پیشینیان گمراه شدند. واقعا در میانشان بیم دهندگانی را فرستادی. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس ببین سرنوشت بیم داده شدگان چی بود؟ الا عباد الله المخلصین. مگر بندگان مخلص خدا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. بار نوح به حضور ما دعا کرد و ما نیک اجابت کنندیم. و نجیناه و اهله من الكرب العظیم. او و کسانش را از بلیه بزرگ نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین. و تنها دودمان او هم ایشان را باقی گذاشتیم. و ترفنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین. و بر او در میان آیندگان این رسم را گذاشتیم که سلام بر نوح در جهانیان. اینا کذالک نجزی المحسنین. آره ما به این گونه نیکوکاران را پاداش میدهیم. اینه من عبادنا المؤمنین. بگمان او از بندگان مؤمن ماست. ثم اغرقنا الآخرین. سپس دیگران را غرق گردانیدیم. و این من شیعته لابراهیم. بگمان ابراهیم از پیروان او بود. اذ جاء ربه بقلب سلیم. چون با قلب سلیم به حضور پروردگار خویش آمد. اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون. هنگامی که به پدر و قوم خود گفت چی چیز را می پرستید؟ ایفکن آلهتا دون الله تریدون.
آیا جز خدا معبودان دروغین را می جوید؟ فما ظنكم برب العالمين؟ پس گمان شما به پروردگار عالمیان چیست؟ فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. سپس برای چاره جویی نگاهی به ستارگان کرد و گفت واقعا بیمارم. فتولوا عنه مدبرين. آنگاه از وی روی برتافتند در حالی که او را پشت سر گذاشتند. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون. او با استفاده از این فرصت به سوی معبودانشان رفت و با اشاره به خوردنی هایی که آنجا بود گفت چرا نمی خورید؟ ما لكم لا تنطقون. شما را چی شده که حرفی نمی زنید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین. و در این حال بر ایشان ضربه شدیدی با دست راست وارد کرد. فاقبلوا الیه یزفون. قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. چون این حال را دریافتند به سوی او با شتاب روی آوردند. گفت آیا چیزی را که خود می تراشید پرستش می کنید در حالی که خدا هم شما و هم چیزی را که می سازید آفریده است؟ قالوا بنو له بنیانا فالقوه فی الجحیم. قومش گفتند برای او بنای یعنی آتشخانه بسازید و سپس او را در آن انبار آتش بیفکنید. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. و این ترتیب خواستند طرح نابودی او را بریزند ولی ما ایشان را سخت ناکام ساختیم. و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدین. و گفت راه هجرت را پیش میگیرم و به سوی پروردگار خود میروم، او خود مرا رهیاب خواهد ساخت. رب هب لی من الصالحین. چون به هجرتگاه خیش رسید با تضرع گفت پروردگارم به من فرزندی از زمره نیکوکاران عنایت کن. فبشرناه بغلام حلیم. در این حال ما به او فرزندی بردباری را مژده دادیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. چون به سنی رسید که با او در تلاش و تکاپویش همراهی می کرد گفت ای بچگکم به خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس ببین که رأی تو چیست. گفت ای پدرم آنچه به تو امر می شود انجام دی، به خواست خدا مرا از شکی بایان خواهی یافت. فلما اسلما و تله للجبین. چون به این حکم تن در دادند او را به پیشانی او به زمین انداخت. و نادیناه ای ابراهیم قد صدقت رؤیا اینا كذلك نجزی المحسنین. و به او ندا کردیم ای ابراهیم خوابی را که دیدی واقعا راست کردی، حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. این هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. بگمان این رویداد آزمایش آشکاری بود و گوسفند بزرگی را فدای او کردیم. و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم. و بر او در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر ابراهیم.
كذلك نجزي المحسنين حقاک نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم انه من عبادنا المؤمنین بگمان او از بندگان مؤمن ماست و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین و او را به اسحاق پیامبر صالح مژده دادیم و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین بر او و بر اسحاق برکت نهادیم و از دودمانشان برخی نیکوکار و برخی هم برخیش به گونه آشکار ستم پیشه هم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ بِغْمَانَ بَرْ مُوسَى وَهَارُونَ مِنَتْ گُزَشْتِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَإِشَانْ وَقَوْمِشَانْ رَا أَزْ آنْ أَنْدُوهِ بُزُرْغْ نَجَاتْ دَادِيمْ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ ایشان را یاری دادیم و در نتیجه بر دشمنان خود پیروز شدند و آتیناهما الكتاب المستبین و به ایشان کتاب روشن را دادیم و هدیناهما الصراط المستقیم و ایشان را به راه راست هدایت کردیم و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون و برای ایشان در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر موسی و هارون انا كذلك نجزی المحسنین حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم انهما من عبادنا المؤمنین ایشان واقعا از بندگان مؤمن ما هستند و این الیاس لمن المرسلین و بیگمان الیاس از پیامبران بود اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین الله ربكم و رب آبائكم الاولین چون به قوم خود گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ آیا بعل را می پرستید؟ و پرستش نیکوترین آفرینندگان را می گذارید؟ خدای را که پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين پس او را تکذیب کردند و یقینا ایشان برای عذاب احضار شدنی اند جز بندگان مخلص خدا که تکذیب نکردند و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی الیاسین بر او در نسل‌های بعدی این را گذاشتیم که سلام بر الیاسین انا كذلك نجزی المحسنین حقا که نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم انه من عبادنا المؤمنین حقا که او از بندگان مؤمن ماست و ان لوطا من المرسلین بیگمان لوط از پیامبران بود اذ نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین چون او و اهلش همه را نجات دادیم جز پیرزالی را که در زمره باقی ماندگان بود سپس دیگران را نابود کردیم وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شما بر خرابه های ایشان صبح گاهان می گذرید و در شب نیز آیا نمی اندیشید؟
وإن يونس لمن المرسلين وبيغمان يونس از پیامبران است إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين چون با کشتی مشحون از بارو نفر گریخت و با اهل کشتی قرعه انداخت و از لغزیدگان بود فالتقمه الحوت وهو مليم او را ماهی بزرگی بلعید و او ملامت بود فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون و اگر او به تسبیح یعنی یاد خدا مشغول نمی بود بیگمان تا روز رستاخیز در شکم آن باقی می ماند فنبذناه بالعراء و هو سقیم پس او را به دشت بی آب و گیاه انداختیم و او بیمار بود و انبتنا علیه شجرتا من یقطین وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ بر او بطه از کدو را رویاندیم و او را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر از آن فرستادیم فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ پس ایمان آوردند و ایشان را تا مدتی از مواهب زندگی بهره‌ور ساختیم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون باری از مشرکان بپرس آیا درست است که پروردگارت دخترانی دارد و ایشان پسرانی؟ یا ما فرشتگان را زن آفریدیم و ایشان حاضر بودند؟ هم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون ملتفت باشید حتما ایشان به اساس افترای خیش میگویند خدا فرزند آورد و ایشان واقعا دروغگویند اصطف البنات على البنين آیا خدا دختران را بر پسران برگزیده ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين شما را چی شده؟ چی گناه حکم می کنید؟ پس آیا نمی اندیشید؟ یا دلیل روشنی دارید؟ پس همان کتاب خیش را که با شما وحی آمده بیاورید اگر راست میگویید و جعلو بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون و بین خداوند و بین جنیان نسب قرار دادند در حالی که جنیان میدانستند که ایشان حتما برای عذاب احضار میشوند سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين خداوند پاک است از چیزهایی که به او نسبت می دهند مگر بندگان مخلص خدا که از این عذاب برکنارند فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم پس نه شما و نه هم چیزی که آن را می پرستید هرگز برخلاف اراده او کسی را فتنه انگیزی کرده نمی توانند جز کسی را که داخل شونده دوزخ است و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون فرشتگان میگویند هیچ یک از ما نیستیم مگر آن که برای او مقام معین است و بیگمان ما در صفهای منظم قرار داریم و این ماییم که خدا را به پاکی یاد میکنیم
وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. ایشان یعنی مشرکان قریش بیگمان میگفتند اگر نزد ما نیز کتابی از پیشینیان می بود بیگمان از بندگان برگزیده خدا می بودیم. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اما حالا که قرآن به ایشان آمد از آن انکار کردند ولی به زودی خواهند فهمید. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وبيغمان حكم ما در مورد بندگان مرسل ما در ازل صادر شده است که واقعا همیشانند پیروزمند و بيغمان لشکر ما هم ایشانند غالب. پس تو از ایشان تا مدت روی برتاب و حال ایشان را ببین و ایشان نیز به زودی خواهند دید. افبعذابنا یستعجلون. آیا عذاب ما را به شتاب می طلبند؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین. چون به دیارشان عذاب نازل شود پس بعد از صبحگاهان بیم داده شدگان. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. وأز إيشان تا مدت روی برتاب و حالشان را ببین و ایشان نیز به زودی خواهند دید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. پاک از پروردگار تو پروردگار صاحب عزت از وصفهایی که به او نسبت می دهند. وسلام على المرسلين. وسلام بر پیامبران. والحمد لله رب العالمين. وستایش خدای راست پروردگار جهانیان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد بقرآن والا مرتبة سوگند که این کتاب حق است اما کافران گرفتار سرکشی و تفریق جویند. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. أي بسا نسل های را که پیش از ایشان بودند هلاک گردانیدیم چون عذاب ایشان را فرا گرفت فریاد می زدند اما آن وقت موقع خلاصی ایشان نبود. وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. و از این در شگفت شدند که از میان خودشان بیمدهنده و ایشان آمد و کافران گفتند این جادوگر بسیار دروغگوی است. اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. آیا وی همه خدایان را خدای یکتا قرار داده؟ این واقعا چیز شگفت انگیزی است. و انطلق الملأ منهم ان امشوا و اصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد. و کلان شوندگانی از ایشان یعنی قریش رفتند و با خیش می گفتند بروید به پرستش معبودان خیش ثابت قدم باشید این واقعا چیزی است پیش بینی شده.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما هرگز چنین چیزی را در این ملت واپسین نشنیدیم، این افترای بیش نیست. اونزل علیه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب. آیا از میان همه ما به او وحی نازل شده است؟ واقعیت امر این است که ایشان در مورد این وحی من به شک افتاده اند، بلکه هنوز طعم عذاب را نچشیده اند. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب. آیا خزانه های مرحمت پروردگار صاحب قدرت منی و بخشاینده تو در نزد ایشان است؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب. یا سلطنت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن ایشان است، اگر چنین است پس به این وسایل بالا شود. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. بلکه ایشان لشکر تباه شده از احزابند. کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب. پیش از ایشان قوم نوح، عاد و فرعون صاحب امارات کوه پیکر پیامبران را تکذیب کردند و نیز سمود، قوم لوط و مردم ایکه، همه این گروه ها. این کل الا کذب الرسل فحق عقاب. واقعیت این است که هر یک از ایشان پیامبران را تکذیب کردند، پس عذاب بر ایشان ثابت گردید. و ما ينظرها صيحة واحدة ما لها من فواق. اینها نیز جز آواز مرگزای را انتظار نمی کشند که هرگز برای آن مهلتی نیست. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. گفتند پروردگارا برای ما بهره عذاب را از روز حساب پیش انداز. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. با گفته هایشان شکیبا باش، داود بنده صاحب دسترس نیرومند ما را بیادار، او واقعا سخت توبکار بود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. بیگمان کوها را مسخر ساختیم تا با او شامگاهان و صبحگاهان به تسبیح بپردازند و مرغان را نیز به گونه یک جایی مسخر ساختیم، همه برای او بازگردنده بودند، همه به دور او جمع می شدند. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. سلطنت او را مستحکم ساختیم و برایش هم حکمت ارزانی کردیم و هم قوه افاده روشن. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب. اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. آیا داستان خصومتگران به تو رسیده است چون ایشان از محراب بالا رفتند؟ هنگامی که بی خبر بر داوود داخل شدند و داوود از ایشان ترسید، گفتند ما ترس،
دعواگرانی هستیم که یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده است، پس در میان ما به انصاف حکم کن و ستم من و ما، و ما را برای راست هدایت کن. این هذا اخی له 99 نعجه و لی نعجه واحده فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب. این برادر من است که 99 میش دارد و من تنها یک میش دارم. به من گفته است که آن را نیز به من تسلیم کن و در گفتگو بر من غلبه کرده است. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود گفت واقعا به خواستن میش تو بر افزونی میشهایش بر تو ستم کرده است و ای بسا از شریکان که برخی بر برخی ستم می کنند جز کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و ایشان بسیار اندکند. و داود دانست که او را آزمودیم، لذا از پروردگارش آمرزش خواست و با فیروتنی به درگاه خدا روی آورد. فغفرنا له ذلك و این له عندنا لزلفا و حسن مآب. برای او این عملش را بخشیدیم، بیگمان برای او نزد ما مقام والا و بازگشت نیکوست. یا داود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داود، ما تو را در روی زمین خلیفه گردانیدیم، پس در میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی من و ما که تو را از راه خدا منحرف می سازد. کسانی که از راه خدا منحرف می شوند بیگمان برایشان عذاب شدید است به سبب آنکه روز حساب را فراموش کردند. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. آسمان زمین و آنچه را در میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این پندار کافران است که گمان می کنند همه چیزها بیهوده می باشد، پس وای بر کافران از آتش دوزخ. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا آنانی را که ایمان آوردند و نیکوکاری ورزیدند مانند کسانی قرار می دهیم که در زمین دست به تبهکاری می زنند یا پرهیزگاران را در صف بدکاران قرار می دهیم؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب مبارکی است که آن را به تو نازل گردانیدیم تا مردم در آیات آن بیندیشند و تا خردمندان از آن پند گیرند. و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. و به داود سلیمان را دادیم، چی بنده خوبی، او واقعا به درگاه خداوند بسیار رجوع کننده بود. اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. چون در عصرگاهان به وی اسبهای اصیل و رهوار عرضه شد، گفت و من محبت این اسبان اصیل رهوار را به خاطر پروردگار خود دوست می دارم تا از نظر ناپدید شدند. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. آنگاه گفت آنها را به من بازگردانید و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. بیگمان سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی را افکندیم و سپس به درگاه خدا بازگشت. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. گفت ای پروردگار من، مرا بیامرز و برایم چنان سلطنتی عطا کن که بعد از من به هیچ کسی نسازد. یقینا تو بسیار بخشاینده هستی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس باد را برای او رام گردانیدیم تا مطابق فرمانش به آهستگی و نرمی به هر سو که میخواست میرفت. و الشیاطین کل بناء و غواص. و شیاطین را، هر معمار و غواصی را. و آخرین مقرنین فی الاصفاد. و گروه دیگری از آنها را در غل و زنجیر قرار دادیم. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب. این است عطای ما، پس می خواهی منت بگذار یا دست بگیر. عطای بی حساب. و این له عندنا لزلفا و حسن مآب. واکن برای او در نزد ما قرب و سرانجام نیکوی است. و اذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. یاد کن بنده ما ایوب را چون پروردگارش را ندا کرد به این که شیطان مرا بر رنج و عذاب افکنده است. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب. گفتیم به پای خود زمین را بکوب، این چشمه آب سردیست، هم برای غسل و هم برای آشامیدن. و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. به او خانواده او و نیز همانندشان را به حیث مرحمتی از جانب خیش عنایت کردیم و تا این پندی باشد برای مردم هوشمند. و خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. و گفتیم بسته سیخ و جاروب را به دست خود بگیر و به وسیله آن وی را بزن و سوگند خود را مشکن، بیگمان او را شکیفا یافتیم. چی بنده خوبی، او واقعا به درگاه خدا روی آرنده بود. و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بیادار، این مردم نیرومند و صاحب بینش را. اینا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار. بگمان ما ایشان را به اخلاص برازنده که همانا یادآوری روز قیامت است برگزیدیم.
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وبيغمان إيشان در نزد ما از برگزیدگان برازنده اند واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وإسماعيل يسع ذا الكفل را بيادار همه ایشان از برگزیدگان بودند. هذا ذکر و این للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب این یادهانی است و بیگمان برای پرهیزگاران فرجامی نیکوست بهشت های جاودانی که دروازه های آنها برایشان گشوده است در آن تکیه زده اند و انواع میوه ها و آشامیدنی ها را فرا می خوانند و عندهم قاصرات الطرف اطراب و از همسران پاک دامن و همسن و سالی برخوردارند که نگاه خود را از دیدن بیگانه نگه داشتند هذا ما توعدون لیوم الحساب این از پاداشی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود این هذا لرزقنا ما له من نفاد این است روزی که از جانب ما ارزانی می شود و آن را پایانی نیست هذا و این للطاغین لشر مآب جهنم یصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حمیم و غساق و آخر من شکله ازواج این از سرانجام نیکوکاران ولی بیگمان برای سرکشان بدترین سرانجام است دوزخی که در آن داخل می شوند پس چی بد آرامگاهی است این از سزای سرکشان پس آن را بچشند مایه جوشان و چرکین و جز این سزاهای دیگر گوناگون به همین و تیره برایشان تطبیق می شوند هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار این فوجی است که با زور و با فشار با شما به دوزخ وارد شونده اند در این حال پیشوایان گمراهی میگویند به ایشان حضور خوشایندی نیست بیگمان ایشان به آتش دوزخ در می آیند قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار پیروان میگویند بلکه به شما نیز این حضور خوشایندی نیست این شما بودید که این عذاب دوزخ را به ما پیش کردید و چی بد قرارگاهی است قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار میگویند پروردگار هر کسی که این حالت را به ما پیش آورده برای او عذاب دوچندانی را در آتش بیفزا و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار و میگویند ما را چی شده که مردانی را نمی بینیم که ایشان را از اشرار می شمردیم؟ اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار آیا ما ایشان را به ناحق به مسخره می گرفتیم یا چشمان ما ایشان را نمی بیند؟ این ذالک لحق تخاصم اهل النار براستی واقع شدن جار و جنجال خصمانه اهل دوزخ حق است قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار بگو بگمان من جز بیمدهنده نیستم و جز خدای یگانه بسیار غالب معبودی نیست
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، صاحب قدرت منی و آمرزگار. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. بگو این خبر بزرگی است که شما از آن روگردان هستید، من از عالم بالا هینی که با هم گفت و شنود می کردند آگاهی ندارم. این یوحا الی الا انما انا نذیر مبین. به من وحی نمی شود مگر برای این که من بیم دهنده آشکار می باشم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وقتی را به یاد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشر را از گل می آفرینم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنگامی که او را برابر کردم و در او از روح خود دمیدم به او به سجده افتید. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين. پس تمام فرشتگان همگیشان سجده کردند جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود. قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. خداوند گفت ای ابلیس چی چیز تو را از سجده به کسی باز داشت که او را من خود آفریده ام؟ آیا تکبر کردی یا با پندار خیش از جمله موجودات برتران بودی؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. ابلیس گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. قال فخرج منها فإنک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. خداوند گفت پس تو از اینجا یعنی بهشت بیرون رو، بیگمان تو از درگاه من رانده شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر تو دوام دارد. قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون. ابلیس گفت ای پروردگار من پس مرا تا روزی که مردگان برانگیخته می شوند مهلت ده. قال فإنک من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم. خداوند گفت حقا که تو از مهلت داده شدگانی تا روز معین و وقت معلوم. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین إلا عبادك منهم المخلصين. ابلیس گفت قسم به عزت تو که همه ایشان را گمراه می گردانم مگر بندگان مخلص تو از ایشان که بر آنها سلطه ندارم. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. خداوند گفت پس این از سخن حق و من سخن حق را میگویم که یقینا دوزخ را از تو و از همه کسانی که تو را پیروی کنند پر میکنم. قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. بگو من از شما در برابر تبلیغ حق پاداش نمیخواهم و من از تکلف کنندگان نیستم، یعنی شما را به امر پیچیده مکلف نمی سازم. این هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حین. نیست این قرآن جز پندی برای همه جهانیان
و بیگمان شما به واقعیت آن بعد از مدت پی میبرید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. وحی این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خداوند را پرستش کن و خاص با او بندگی کن. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باش، دین خالص از آن خداست و آنانی که جز او کسانی دیگری را دوست می گیرند و می گویند ما اینها را پرستش نمی کنیم جز برای آن که ما را به خداوند نزدیکتر گردانند، بیگمان در چیزی که ایشان در آن اختلاف می ورزند خداوند در میانشان حکم می کند و خداوند کسی را که دروغگو و ناسپاس هست هرگز رهیاب نمی سازد. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خدا میخواست فرزندی بگیرد از آفریدگان خود آنچه را میخواست برمیگزید، ولی خداوند از این نسبت ها منزه است و هم اوست خدای یکتای بسیار غالب. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، شب را به روز می پیچاند و روز را به شب می پیچاند و آفتاب و ماه را مسخر گردانیده است. هر کدام از اینها تا موعد معین گردش می کند. آگاه باش، اوست صاحب قدرت منی و آمرزگار. خلقتم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. شما را از یک تن آفرید، سپس از وی همسر او را آفرید و برای شما از چارپایان هشت جوره فرو فرستاد. شما را در شکم مادران شما به آفرینش پس از آفرینش دیگر هستی می بخشد در میان تاریکی های سیگانه. این است خداوند پروردگار شما، پادشاهی از آن اوست، جز او معبودی نیست، پس چگونه منحرف می شوید؟ این تکفروا فإن الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات
فی الصدور. اگر کافر شوید یعنی ناسپاسی کنید، پس بیگمان خداوند از شما بی نیاز است و با کفران نعمت بندگان خود خوشنود نمی شود، و اگر سپاس گذارید از شما خوشنود می شود. هیچ بردارنده بار گناه دیگری را بر نمی دارد. سپس بازگشت شما به سوی پروردگار شماست و شما را به آنچه می کردید آگاه می سازد. حقا که او به آنچه در سینه هاست دانا می باشد. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. و چون به انسان رنجی برسد، به پروردگار خیش روی آورده و به درگاه او نیایش می کند. سپس چون به او از نزد خودش نعمت ارزانی کند، آن نیایش را که به درگاه او از پیش می نمود به فراموشی می سپارد و با خدا هم تایانی قرار می دهد تا دیگران را نیز از راه او منحرف سازد. بگو اکنون برای مدت محدودی از این روش کفر اندود خیش بهره‌ور شو، بیگمان تو از اهل آتش دوزخ هستی. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا کسی که ساعات از شب را به عبادت، سجده و قیام می گذراند از محاسبه روز قیامت می ترسد و به رحمت پروردگار خیش امیدوار است با مشرک ناسپاسی برابر است؟ بگو آیا آنانی که می دانند و آنانی که نمی دانند برابرند؟ بیگمان خردمندان پند می پذیرند. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بگو ای بندگان مؤمن، از پروردگار خود بترسید. برای کسانی که در این دنیا خوبی می کنند خوبی است و زمین خدا فراخ است. واقعا برای صابران مزد بیشماری داده می شود. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین. بگو به من امر شده است تا خداوند را با اخلاص و صمیمانه پرستش کنم و به من امر شده که از نخستین مسلمانان باشم. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو اگر پروردگارم را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ یعنی قیامت می ترسم. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. بگو خدا را می پرستم در حالی که پرستش من برای او خالص و صمیمانه است، پس شما آنچه را جز او می خواهید بپرستید. بگو بیگمان زیانکاران کسانی اند که خود و اهل خیش را در روز قیامت زیانمند ساختند. آگاه باش، این از همه زیان آشکارا. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده
یا عبادی فتقون. برای ایشان چتری از آتش بر بالای سرشان است و چتری نیز به زیر پایشان. این چنین خداوند بندگان خود را به این عذاب می ترساند. ای بندگان من، پس از من بترسید. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد. کسانی که از پرستش شیطان اجتناب کردند و به خدا روی آوردند، برای ایشان مژده است. پس آن بندگانم را مژده بده. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. آنانی که سخن را میشنوند و بهترین آن را پیروی میکنند، همین هایند کسانی که خداوند هدایتشان کرده است و هم ایشانم خردمند. افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ من فی النار. از آیا کسی را که بر او حکم عذاب ثابت شده است میتوانی نجات دهی؟ یا آیا کسی را که در میان آتش دوزخ است میتوانی نجات دهی؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لیکن کسانی که از پروردگارشان میترسند، برای ایشان امارات چندین منزله است. بالاخانه بالای بالاخانه بنا شده است که از زیر آنها جویبارها جریان دارد. چنین است وعده خداوند. خداوند هرگز وعده خود را خلاف نمی کند. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا نمی بینی که خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد، پس آن را به چشمه های زمین جاری ساخت، سپس به وسیله آن کشت های رنگارنگ را برمی آورد، بعد از آن خشک می شود و او را زرد شده می بینی، بعد از آن آن را ریزه ریزه می گرداند. بیگمان در این برای خردمندان پندیست. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا کسی که خداوند سینه او را برای اسلام باز کرده است و او به روشنایی از جانب پروردگار خیش قرار گرفته است، مانند سخت دلان است؟ نه، پس وای به حال کسانی که در برابر ذکر خداوند دلهای سختی دارند. ایشان در گمراهی آشکارند. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی را که آیات آن مشابه یکدیگر و دوتایی است. از شنیدن آن لرزه بر پوست اندامهای کسانی می افتد که از پروردگارشان می ترسند، سپس با ذکر خدا آرامش پوست و دلهای خیش را باز می آبند.
این از هدایت خدا که با وسیله آن هر کی را بخواهد رهیاب میگرداند و کسی را که خداوند گمراه کند برای او هیچ راهنمایی نیست. افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. پس آیا کسی که در روز قیامت با ناگواری عذاب مستقیماً بر روی خود برخورد می کند با کسی که محفوظ است برابر بوده می تواند؟ و به ستمگاران گفته می شود مزه چیزی را که کسب کرده اید بچشید. کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز کلام حق را تکذیب کردند و عذاب از جای به ایشان رسید که احساس نمی کردند. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند رسوایی را در زندگی دنیوی به ایشان چشان و بیگمان عذاب آخرت بزرگتر است اگر ایشان می دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بیگمان در این قرآن برای مردم هر مثلی را زدیم تا باشد که پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآن عربی دور از هر نارسایی و کجی باشد که پرهیزگار شود. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خداوند مردی را که به شریکان مختلف متعلق است و مردی را که تنها به یک نفر تسلیم می باشد مثال زده و پرسیده که آیا این دو به حیث مثال مساوی هم؟ ستایش مر خدای راست ولی بیشتر ایشان نمی داند. اینک میت و اینهم میتون. براستی که تو می میری و براستی که ایشان نیز می میرند. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. وباز يقينا در روز قیامت با حضور پروردگار خود دادخواهی میکنید.